اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخر سوره فرقان توی جمله کوتاه قرآن به پیغمبر میگه که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. یعنی این ما هستیم که خاطرخواه شما هستیم، و دنبالتون وقتی حواستون نیست از زندگی لذت نمیبرید. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. این آیه رو هم یه جور دیگه معنا میکنن، گاهی اینجوری معنا میکنم، میگن اگر شما دعا نکنید خدا به شما اعتنایی نداره. خدا میگه میکنید دعا بکنی نکنی من میخوامت، هر کی هستی تو هر شرایطی من آوردمت، الانم منو بخوای یا نخوای من حواسم هست، ولی من میخوامت. کلی هزینه کردم، خرج کردم که روز به روز بهره های بیشتر، صفای بیشتر، لذت گسترده تر. میگه اصلا یه نگاه به من بکن ببین به من میاد غیر از این. به هر کسی کاری میاد متناسب با شخصیت خودش. من کی هستم؟ من که خودم رو معرفی کردم دیشب و شبهای گذشته، بیشتر عرض کردیم دیگه، هرچی راجع به خودش میگه کاملا به ما مربوط. یعنی وقتی منو شناختی اون وقت میبینی که چیا به من نمیاد، بعد اونجاها میگه سبحان الله. یعنی هر وقت یه فکر آزاردهنده ای، یه تصور غلط اذیت کننده ای سراغت میاد بگو سبحان الله. نه اینجوری نیست. چرا؟ چون خب کسی کسی رو آزار میده، اذیت میکنه که نیازی داشته باشه به اذیت این و اون، مثلا خالی میشه، حالش جا میاد، عقده ای داره، عقده گشایی میکنه، یه خب حالشو گرفتم دلم خنک شد،
خدا میاد اصلا این چیزا به من میاد، چرا راجع به من یه فکرای این چنینی تو سرتون، تو سر همه الهیون عالم، همه متدینین که هم به من که میرسن فکر میکنن مثلا خیلی مؤدب باید دست از پا خطا نکنن، خودشون رو جمع جور کنن، نقطه مقابل اونی که از امام سجاد در دعای ابو حمزه نقل کردیم، میگه خدایا اصلا چون تو اینجوری هستی، خیر و ساترین هستی، مهربان ترین هستی، ستار العیوب، غفار الذنوب، من راحت گناه میکنم. حالا تو بحثای سالهای گذشتمون گفتیم، اگه اینجا هم نگفته باشیم جاهای دیگه، که میگه اصلا شناختی که از تو دارم موجب میشه که خیلی راحت وقتی دریای گناه رو میبینم شیرجه میزنم وسطش، یسرعنی. اینجای دعای ابو حمزه، میگم دعای ابو حمزه را اگه کسی میخواد بخونه ثواب ببره، هیچ دردی دوا نمیشه. دعای ابو حمزه به خاطر این است که ما با او صمیمی بشیم و احساس راحتی کنیم، بعد احساس راحتی که کردیم خیالمون تخت میشه. این آیه شریفه که در سوره فجر آمده که یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه یعنی چی؟ ها نفس مطمئنه یعنی چی؟ آدمی که خیالش تخت، اون طمأنینه، اون آرامش دل رو میگه. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنه. یعنی خیالتون تخت نیست. چرا؟ خب چون یه چیزایی رو نمیدونید، یه جور دیگه بهتون گفتن، خدا خیرشون بده هر کی گفته، مثلا در آوردن و به خیال خودشون هم خب بالاخره خداست دیگه. آدم بعد حریمش رو حفظ کنه، میشه این کارا برای من نکنی، با من راحت باش. گفتم ولی اینا رو هیچ وقت نباید یادمون بره که امام سجاد میگه شما ببینید من با چجوری حرف میزنم، او اینه. من بهش گفتم، گفتم قیامت خیر منو بگیری بگی چرا گناه، میگم که تو که میتونستی ببخشی چرا نبخشی، بگی گناهان طالب تنی به ذنوبی لأطالبن نکه به کرمه. میگم کرم تو کریم اصلا به رخ کسی میکشه که مثلا چیکار کرده، جدی یا اینجوری. میگه نکنه اگه نمیشناسیدش من امام سجاد، نه امام سجاد داره این حرف میزنه، نه یک کس پیاده میگه حالا یک کرا رسیده یه چیزی پرونده. همین تو همین دعای ابو حمزه هم آمده گفته که میگم از قدیم صدها سال است، میگن مثلا بعضی دعای ابو حمزه رو تو قنوت نماز شبشون میخوندن. خب برای چی؟ برای اینکه خب حال کنن باهاش، برای اینکه متوجه بشن که بابا اون همچی کسیه، بابا میشه ازش طلبکار شد. به همین راه من شب جمعه هفته قبل و شب جمعه هفته قبلش عرض کردم که بر اساس دو تا آیه تو قرآن، یکیش این بود که قل
یا مثل همین آیه که امشب خوندم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. اینجا به پیغمبر میگه پیغمبر تو بگو، هفته گذشته عرض کردیم که خب حالا شما خراب کردی، حالا چرا خودتو باختی؟ خب باشه حالا خراب کردی، من که میدونم تو کی هستی، تمام کارکتر توش، همه شخصیت تو، رزومه تو، سوابق تو، همه رو میدونم دیگه. مثلا کی آشناتر از من؟ من خواستم میدونم تو انگیزه هات چیه، و اگرم مثلا خیلی خودتو مرخص میدونی، دلیل مرخص بودن خودت، دلیل پیاده بودنت هم میدونم. حالا رفتی همه کارم کردی، حالا هی هم به ما رسیم که خدا مرخص ما گناه. حالا اینا چیه؟ یعنی دقیقا اون جمله ای که ابی عبدالله به جناب حور وقتی دید سرشو انداخته پایین و که آقا بالاخره ما شرمنده ایم، ارعبت و به خدا میگه ارعبت و قلوب اولیائک، که من دل کیا رو لرزوندم؟ از اهل بیت ابی عبدالله، یه مش بچه های پاک معصوم. بعدم به ابی عبدالله میگه اصلا حالا یه راه جبرانی بود. بعدم تو چه شرط، تو شرایطی که همه چیز از دست رفته، یعنی جنگ شروع شد، اونم با برنامه‌ریزی من سر راهو گرفتم و شما رو گیر انداختم تا لشکر عبیدالله زیاد برسه. با 1000 نفر سوار نظام آمدم، راهو گرفتم. میگم هر که دیگه بود آقا توبه گرگ مرگه. اصلا اینجا توبه من نداره. چه توبه ای؟ و حالا با من و من و به خیلی معذرم تته پته، که عموما آدم به لکنت میفته یه وقتایی که خیلی شرمنده است و خجالت زده، که مثلا حالا الان مثلا من چه خاکی باید به سر کنم؟ ازت چی بهش میگه؟ ارفع رأسک، سرتو بالا بیچاره، سرتو پایین انداخت. این یعنی چی؟ این همون است که لا تقنط عمر. خب حالا باشه قبول، تو اینی، حالا چرا خودتو باختی؟ تو حالا گاهی آدم به بعضی چی میگه، حالا مثلا چون من مثلا یه طلبم، یه آخوندم مثلا، حاج آقا ما که فلان، حالا مثلا نمیخوام بگم اینکه گاهی حاج آقا التماس دعا داریم، بعد میگه ما که چی، حالا مثلا من آسمون سلخ شده افتادم، من اوضاعم از همه بیریخت، یه نگفتم ولی بگم خوبه براتون اینجا بگم. یه کسی توی جلسه خیلی سال پیش توی منزلی تهران یه جلسه ای بود، صحبت میکردیم، از منبر اومدم پایین، کسی تو حیات اون منزل به من رسید، گفت آقا من نماز شب میخونم، میتونم تو نماز شبم شاه و دعا کنم؟ بهش گفتم شما منو دعا میکنی، خیلی اظهار محبت به من میکنه. گوهله آج آقا ما شما رو دعا نکنیم کی شده؟ گفتم پس شما رو حتما دعا کن. یه دیم بایستده بودن که مثلا چرا؟ گفتم برای اینکه نکنیم او هر کاری کرد با دین مردم بازی نکرد، ولی ما بازی کردیم، لذا قطعا در درجه اول او رو دعا میکنه، بعد من رو دعا میکنه. میشه مثلا چی؟ ما تو این لباس فقط داریم با دین بازی میکنیم. اگرم تو این زمینه بلغزیم اوضاعمون از همه بیریخته. چی حالا مثلا حاج آقا التماس دعا؟ برو آقا همه تون اوضاعتون ردیفتر از من، یکی دست منو بگیر، شما دعا کنید.
اینو حقیقتا میگه، ملتمسانه میگه. قرآن توی یه آیه میگه و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. من به دوستان خودمون اینو همیشه گفتم، قرآن میگه ظالم تر از کسی که یه چیزایی رو به خدا ببنده کی؟ خدا میگه من اونیم که تو قرآنم گفتم، همونی که امام سجاد میگه خدا خودت بعد خودتو توضیح بدی. انت کما تقول فوق ما نقول، تو اونجوری هستی که خودت میگی، ما که بلد نیستیم از تو بگیم، ما هرچی بیایم بگیم افتضاحه. خدا میگه نگاه خراب کردی، منو خراب کردی دیگه. و رابطه صمیمی و حسنه‌ای که بین من و بنده هم هست با یه حرفات زدی خراب کردی. میتونی یه کاری کن این رابطه تقویت بشه. بعدم من در آوردین هم من گفتم، من تو قرآن همه چی گفتم، من گفتم من کی هستم، چه حلوایی هستم. دیگه وقتی میگم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اولش با علا یعنی آهای، یعنی هیچکی حواسش نیست، لذا چون هیچکی حواسش نیست هیچکی خوش نمیگذرونه. دین یعنی خوشگذرانی. چجوریش عرض میکنم، میگه ناکنید فقط وقتی حواستون به من باشه خیالتون تخت میشه. بعدم تطمئن القلوب که میگه تو ادبیات عرب میگن جمع محلا باللام، یعنی یه لفظ جمعی که الف و لام داره مفید عمومه، یعنی همه رو میگه، میگه تمام دلها وقتی حواسشون جلب میشه به این که او هست آروم میشه. هر کی با هر پرونده، یعنی شمرم اگه حواسش به این باشه که او هست خیالش تخت میشه. چرا؟ چون تو اون آیه‌ای که هفته گذشته گفتم قرآن میگه نکن هر خرابه ای رو من آباد میکنم. فکر کنی مثلا میذارم همطوری خرابه ها بمون، ما نمیذاریم هیچ، اصلا عالم رو به آبادی کامله، من نمیذارم کسی این وسط درب و داغون بمونه، همه رو راست و ریس میکنم رو به راه. کار من اصلا عالم رو برای همین آفرید. حالا مثلا یکی به هر دلیلی جا مونده، عقب افتاده، حواسش نبوده، یه خیلی اوضاعش بیریخت شده، آشولاش درب و داغو، من که نمیذارم اینجوری. منو نمیشناسی؟ تو همین دعای جوشن دیشب هم عرض کردم، بعد از اینکه میگیم یا مقلب القلوب، بعد میگیم یا طبیب القلوب، تمام دل ها، هر دلی هر چقدر مریض باشه من طبابت میکنم. چه الان مثلا قصه چی؟ شمرا عمر سه قصه چی رو میخوری؟ هر وقت منو از دست دادی قصه بکن. ولی ابی عبدالله فقط به هور گفت که مثلا چرا خودتو باختی؟ یه اون چیزی که معروفه و فراوان عرض کردیم که بابا 14 نفر اومدن تو قتلگاه، 14 همیشه با اون 13 نفری که اومدن سر ابی عبدالله رو جدا کنن بعد برن جایزه بگیرن، 4 ابی عبدالله که اینقدر ضربات دریافت کرده بود، اینقدر زخم، اینقدر خون ریزی که لازم نبود کسی سرش رو جدا کنه، ولی خب جایزه میدن. فعلا جو اینه. ابی عبدالله هر کی میگه من که رفتم، من نیازی الان به این نیست که سرمو جدا کنیم، ولی تو این کارو نکن،
چرا؟ خب تو لکه‌دار میشی فردا، هر کی تو رو میبینه میگن هازا قاتل الحسین. اون روز که ورق برمیگرده و همه احساس میکنن برای اعتبار خودشون به خاطر پرستیجشون هم که شده باید بگن حسین، و اون روز هم خودت هم خانوادت هم قوم و قبیلت عیارتون میاد پایین، لکه دار میشه. من نمیخوام. یکی مثل ابی عبدالله حالش اینه دیگه، نه فقط با جناب هور بلکه با همه، با خود شمر هم گفتگوهایی ده فراوون، خیلی حرفای جالب. منتها دیگه یکی مثل ابی عبدالله است، اند ادبه و دخالت هم نمی کنه. یار خودت می، ولی ما در خدمت، من اومدم دستگیری کنم. اون 13 نفر رو دستشون رو گرفتن، تو هم دلم بخواد دست. حالا یک کسی به هر دلیلی نمیخواد، حالا نمیخواد دیگه. حالا ما که نمیخوایم برای کسی تصمیم بگیریم، اهل بیت اینن، برای کسی تصمیم نمیگه. حالا هر وقت خودت خواستی و مایل بودی، ولی ما آماده ایم. و مهم این است که حالا وقتی آدم خودشو میبازه تخگاز میره. چرا قرآن میگه که خودتو نباز؟ چرا ابی عبدالله میگه که ارفع رأسک، سرتو بالا بگی؟ حالا چی شده مگه؟ باشه هرچی شده، بنا نیست ما تدارک کنیم و جبران کنیم این خراب، بناست اونی که همه خرابی ها رو جبران میکنه جبران کنه. ما نمیخوایم جبران کنیم، ما بلد نیستیم، نمیتونیم. گذشته من درب و داغون، افتضاح، سیاه سیاه، لجن. خدا میگه که من هستم، درست دیگه رو براد میکنی. گذشته دست تو نیه، دست تو در رفته، ولی گذشته تو مشته. تو اواخر سوره فرقان فکر میکنم گفتم همین شبهایی که حالا اون هفته بود یادم نیست، که میگه بابا وقتی راجع به بندگان خاص خودش حرف میزنه میگه که اینا سه تا کار نمی کنن. یکی این که لاید اونم الله الهن آخر، شرک. دوم ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالله، اینا آدم کش نیستن، قاتل نیستن. سوم ولا یزنون، اینا اهل فحشا نیستن. خب حالا اگه کسی مشرک شد یا قاتل شد یا رفت سراغ فحشا، دیگه میگه نه صبر کن، صبر کن. الا من تاب، این تابک می، من یک کسی برگ برگ خوشش ناراحت از اینکه چرا من این کارو کردم. فما الندم علی الذنب توبه، بابا پشیمون شدی، میگه مثلا توبه کن. یعنی چیکار کنم؟ آقا خوش الان خوشحالی که این پروندت، یا ناراحتی حل؟ چون آدمی که خوشش نمی، راضی نیست از خودش، حل دیگه. خب پس جور دیگه میخوای؟ باشه من درستش میکنم. فقط مهم اینه که تو اینو نمیخوای، این گذشتت حال تو به هم زده، خوبه دیگه. گذشتت حال تو به هم زده خوبه. خب مفصل راجع به صحبت کردیم. تاریخ در مورد حال قتله اهل بیت بعد از اینکه قتل انجام دادن چیزی ننوشتن. اینکه جوده، امام حسن جوده رو قرار در کشتن، یا ابن حسن که امام حسن فراری بود، اینا حالشون بعد این شرمنده نشدن، یعنی این حالت بازگشتی نداشت. خیلی عجیب و آخر نمیشه با این حجم از محبت روبرو بشید. معلومه که پشیمان شدن، اصلا بشر همینه. قرآن راجع به قیامت میگه لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. ببینید حتی همونی که با لجاجت و یدندگی میگه ناخ کردم خوبم کرد، جلو من و شما میگه، میخواد که کلاسش نیاد پایین.
یعنی تنها که میشه میگه عجب غلطی کردیم، چه خاکی به سرمون کنیم. درسته حالا من نخواستم کم بیارم جلو دیگران، خودم رو از تک و تا بندازم، خودم که میدونم چه اوضاعی دارم. قرآن راجع به قیامت میگه که نگاه کن قیامت چی؟ میگه همون وجدانت، وجدانت یه چشمه از قیامت. تنها که میشی میگه این کار با ما کردیم، خاک عالم تو سر من. چی جور آدم وقتی دقت میکنه که میگه مثلا چیه، مثلا خودمون باورم میشه منو این کارا ولی کردم دیگه. خودم اینه که همین، پس نمیخوای ادامه بدی که. ولی شیطون بیاد میگه نگه نا کن این چیزا به تو نمی، توبه من برگشتم و خدا این ها به تو نمی، خراب کردی حسابی هم خراب شد. این تعبیری که قرآن داره که از قول ابلیس میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائل. میگه من یه وقتا از روبرو راحت شفاف میام، یه وقت نه دور میزنم از پشت سرت میام، یه وقت از سمت راست میام، یه وقت از سمت چپ میام. گفت یعنی چی؟ اونجاش که میگه از سمت چپ میام، میگه تو میخوای برگرده برو آخ، همون که توبه گرگ مرگه دیگه، تو اوزاد بیریخته بی خودی هم عدای اینایی که حالا مثلا عدا در نیار، برو که دیگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. این از اون ضرب المثل هایی است که خیلی آدم رو انگیزه مند میکنه که حالا هر غلطی کردیم ادامه بدیم. نه خب چه یک نهی چه صد نهی، خدا میگه من هستم، هر وقت من مردم برو عذابی، صد نهی گذشته باش. من میخوام تو رو بگم میتونم یا نمیتونم، اگه تو توان من شک داری خب بیا. ولی من بالای 50 بار تو قرآن گفتم من میتونم، کاری که هیچکی نمیتونه من میتونم. علا کل شیء قدیر، چجوری بگه ان الله علی کل شیء قدیر و کون ربک علی کل شیء قدیر، به کل شیء قدیر، انه علی کل شیء چجوری را برادرم میگم بابا هیچکی نمیتونه ولی من میتونم، همه چی رو برمیگردونم سر جای اول بلکه بهتر از اون. که من میگم تو سوره مبارکه فرقان میگه اگه کسی به هر دلیلی ناراحته و آمنه و عمله عملن سال، همین یه قدم برداره، نمیگه عمل صالحات کارهای شایسته رو ردیف کن، نه نه، اون برای کساییست که تو اوجن که همینطور شایستگی و برازندگیشون رو را به را نشون میدن، اونا رو برش کن. اگه کسی همه یه قدم نشون بده که مسیر رو پیدا کرده چیکار میکنم؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، برگه های سیاه پروندت اوناش افتضاحه، اینا رو میکنم جاش برگ زرین میذارم، سیئات تو تبدیل به حسنه میکنم. حله یا بعدم نشستی زانوی غم تو بغل گرفتی و کس کردی یه گوشه که خدایا ما جمع کن آقا با من طرفی، ناراحتی واقعا مصممی که اگه میشه درستش که آره من آمادم، خب آماده حل دیگه ما هست. برای همین قرآن میگه علا به ذکر الله تطمئن، همه دلها رو میگه، نه مثلا دل این آقا دل اون، نه همه دلها. حواستون باشه خدا اونیست که شمرم توجه بهش بکنه خیالش تخت.
میگه من خراب کردی دیگه، مثلا زدی امیر عبدالله رو کشتی دیگه. حالا مثلا میگه نه آقا ما در روایت داریم که من دارم آیهش رو میخونم، شما روایت به رخ من میکشی. بعدم حالا مثلا چه اصراری داریم که این یکی نه، مثلا به چه دلیل؟ اون وقت شمر نمیتونه قیامت بیاد بگه خدا من همینم که هستم، منو آوردی اوضاع من بیریخ، میدونستی تشم چیه که میخواستی بیا اینجا جلز و بلز کنم برم جهنمی بشم بعد جلز و بلز کنم؟ منظور این به تو میاد، تو اینی، تو این که نه تنها کریمی، اکرم الاکرمین، تو اینجور کارا خب معلومه نمیاد. وقت توجه کنیم به اون حرفایی که دیشب زدم، خدا میگه که حالا فعلا همه نشستن زوم کردن رو گناه که حالا میبخشه نمیشه. آقا من اصلا شما رو آوردم، میدونی که چیا مد نظرم برای شما، نقشه آفرینش شما چیه و بنا شده شما کجا بری؟ همه رو گوشتی کنار، خودتو باختی یه گوشه کس کردی. آقا پاشو، به تعبیر ابی عبدالله ارفع رأسک، کارت دارم، میخوام ببرم بچرخونمت، توی مراحلی قرارت بدم هی بری بالا 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 بالا. آفرینش من اومدم. ببین شما الان یک میری توی شهری، یه میزبان کریمی، مهمان نواز، وقتی تو شهرش رفتی همه جوره ساپورتت میکنه، سرویس بهت میده، بعد میگه که آقا بریم بیرون. میگه کجا؟ میگه بریم بالاخره تموم دیدنی های این شهر رو ببین، جایی داره. بعد میبرید شما رو این طرف اون توضیح میده برای خدای متعال. میگه شما اصلا خبر داری من کیم و چی آفریدم؟ میدونه این معراج پیغمبر اکرم که راجع به پیغمبر میگن این عمومی خصوصی نیست. اصلا وقت میگه الصلاة و معراج المؤمن یعنی چی؟ مرد حسابی ما آوردیم اینجا شما رو ببریم بالا. خب میگم بالا چه؟ میگم حالا بیا بالا ما ببینیم چه خبره. میخوام حال کنی جیگرت خنک شه. منم اگه منو نمیشناسی خب برو بشناس. به این قرآن توضیح دادم، در مقام توضیح قرآن دعای جوشن و کلی دعاهای دیگه که اهل بیت میگن، آقا اگه توی این آیه اینو میگه معناش اینه. فقط گشت و گذار. برای چی؟ برای اینکه تو هر روز به روز بیشتر توسعه پیدا کنی، گسترده بشی به گستردگی خودش. عرض کردم دیگه، بنا نیست که یه جا وایسیم. اگه کل یوم هو فی شأن، که این آیه خیلی آیه عجیبیه تو سوره الرحمن، پیغمبر فرمود لکل شیء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن، هر چیزی عروسی داره، عروس قرآن سوره الرحمن. حالا تو مجلس ختم میخونیم و بعدم تا یه کسی اوضاعش بیریخ میشه و رفتنی میشه میگه که بوی الرحمن گرفته. ببینی اصلا این چه تعبیراتی. گفت نه، منظور این بود که بگیم بابا این سوره الرحمن خیلی زیباست، یه مصیبت زده وقتی به محتواش پی میبره تمام قصه هاش عبه میره، غم و قصه رو فرام. اگه منظور اینه که خب دمتون گرم، خوب میکنید الرحمن میخونید، ولی یه جوری نباشه که تا با اون دید غلطی که نسبت به مرگ داریم که فکر میکنیم طرف اصلا بدبخت شده، مرده بدبخت شده، ما شانس آوردیم. آجا هواپیما سقوط کرد، من توی این هواپیما قرار بود سوار بشم، ولی خدا لطف کرد. آقا اونا دارن صفا میکنن، اصلا نمیدونی که
طرف میگه آجا این اون زمان زلزله بم، میگه این زلزله بم یه مرتبه یه شب 50,000 بعدم معلوم شد بیشترم. خیلی وحشت. گفتم نه خیلی خوشمد. گفت چرا؟ گفتم 50,000 تا رو خدا یه مرتبه میگه بپرید و میپرن با کیف عالم. مثلا این نشستی بد معنا میکنی، معلوم فاجعه است. خدا میگه که من میبرم، اونی که آورده همون میبرم، به من چی میاد؟ من کجا میبرم؟ یه که از قدیم گفتم همیشه میگم اینا رو میگم، هیچ وقت این یادمون نره حالمون جا میاد. میگم حال ترین نماز برای ماها نماز میته. حالا مثلا عزیزمون جگرگوشمون از دست رفته و حالا درب و داغون دیگه آشولاش شدیم، همین خدا این بنده خدا اومده الان پیش تو، تو بهترین میزبانی. اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك نزل بك و انت خیر من ظلم به. تو بهترین میزبانی. یعنی آدم میگه کاش که من جای صاحب این جنازه بودم. چرا؟ چون الان بهترین مهمانی. بهتر. یعنی بهترین میزبان چیکار میکنه؟ دیم ببینید خودش توسط پیغمبرش به من و شما گفته اکرم الضیف ولو کان کافرا. نگفته؟ پیغمبر نگفت مهمون و گرامی بدارید ولو کافر باشه؟ این حدیث دروغه. اگر راسته او خودش نمیفهمه مثلا من کافرم، چجوری پذیرایی میکنه؟ فلان فلان شده عوضی ها اینجوریه، اصلا به رخ میکشه. مهمونیه و انت خیر و منظولم به. اون بنده خدا پدرش از دنیا رفت، گفت خودم میدونستم پدرم چه هفت خطی بود. رفتیم از توی روستایی از دنیا رفت و هرچی گشتیم تو روستایی کسی پیدا کنه نماز میت بخونه بلد نبودن. رفتیم تو صحرا تو بیابون یه چوپون پیدا کردیم، گفتم نماز میت بلدی؟ گفت آره. اینا میخونیم پدرم از دنیا رفت. گفت باشه. اینا با جنازه رو آوردیم و اینا وایساد و یه نماز میت جمع جور شلاقی خوند و تمام گذشت. گذشت و بعد مثلا یه ما گذشت، 40 روز گذشت، 2 ما گذشت، 1 سال نمیدونم. یه شب خواب بابامو دیدم، اما واقعا هم از اون آب زیر کاها، ولی دیدم خیلی روبر. حالا میخوام بگم خوابای ما، خواب ما خوابمون چه مثبته چه منفی همش رو حواس. خب بیداریمون چیه که حالا خوابمون؟ حالا بعضی وقت آقا من خواب دیدم، بعضی حاجا من خواب دیدم مادرم از دنیا رو پدرم و ازش خوب نبود. بی خود خواب دیدی؟ بعضیش خوب معلومه میزبان کیه. تو بی خود خواب خوابتو بنداز دور. نه حاجا دیدم فلان. حالا چیکار کنم؟ هیچی آقا، هیچی. سپردی دست اوستا کریم، اوستا کریم حواسشه. به کی میخوایی سفارش کنی؟ حالا دعا باشه، دعا کن، هرچی بلدی دعا کن. نه خواب دیدم الان ناراحتم. یه عمه داشتم از دنیا، دیدم وضع خوبی اینه، حالا برم به بچه ها شی بگیم، بعد میام خیرات کنیم، بعد میخوام بریم خیرات کنیم، پدر همه رو در میاریم. اصلا نمیخواد خیرات کنی. چیکار کنی؟ خدا میگه نکن. نیاز نی کسی اصلا توصیه کسی رو به من بکنه. یا حالا میخوای دعا کنی بکن، خیلی خوب، برای خودت خوبه که معلوم میشه که تو هم مثل من خدا دلت پیش این هست، تو هم شبیه من میشی. به همین اندازه این برای خودت خوبه که نماز شب میخوای بخونی، خب 40 تا دعا. حالا نصف شب تو خلوت با تو 40 نفر رو میگه نه کن، تکخوری ممنوع. یه سر از خودت بیا بیرون.
همش حاجات خودم، آرزوهای خودم، رؤیاهای خود. 40 نفر رو برو تو نخشون، نه اگه شد 400 نفر، نشد 4000. امام مجتبی میگه مادرم دعا میکرد تو صبح پرچ دیدم، بعد اصلا نشد که خودمونو دعا کنه. گفتم مادر همش دیگران، فرمود بنیه، همه شنیدیم، الجار ثم الدار، همسایه ها. حالا همسایه های حضرت زهرا همه از اولیا بودن، را به را خبران نیست کیارشون دعا میکرد. هر کی پیاده تر سزاوارتر برای اینکه دعاش کنه. بعد اصلا فرصت نشد که دیگه بگیم خدای خودم، مثلا بچه هام، خانوادم. چه اونا خدا میده اینجوری. من میگفتم پا میشی تو خلوت شب 40 نفر، نه 4000 نفر، 400000 نفر، 4 میلیون. ولی معلوم بشه تو چقدر گسترده ای. ببین دیگه الان خودخانیست، تو همه رو میخوایی. من همین دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، اینا بریم حواسم به همه. اگه آرزویه من میخوایم بخونیم بریم، نمیخوام بخونم برم، که میخوام بگم که خدای اگه دل منو بشکافی آرزوهای من اینه. من برای به اندازه یه جهان آرزو دارم، برای همه کس تو هر شرایط. تمام آرزوهای دیگران آرزوی من. حرف گنده ایه با گو. خب بالاخره اگه نباشی که میگن آره تو بمیری، واقعا تو اینی، تو اینقدر آرزوهات گسترده، تمام آرزوهای دیگران تو آرزوهای تو جمع شده، به دلت همه رو را دادی، دلت پیش همه است و مثل سیر و سرکه داره برای همه میجوش. خیلی خوب، اگه اینه که خوب، برو بریم. آره بالاخره تو، خدای تو میزبان، بهترین میزبانی. بله رفت خواب دید. من داستان یه وقت یادم میده نصفه میگم. رفت خواب دید که دید پدره با اون اوضاع بریختی که تو وضعیت میگم، یه آدم 7 خط کلاوردار، بعد چقدر وضعش توپ. به پدره گفت بابا چی شد؟ گفت نه آقا هر چی شد تو نمازمون چوپونه شد. چوپونه؟ میگه اخواب بلند شدم در به در دنبال اون چوپونه که نماز بابامو خونده بود، کسی پیدا نمیشد. رفتم بازم رفتم تو صحرا پیداش کردم، پیداش کردم، گفتم که آقا یادتونه من مثلا یه 2 ماه قبل یا پارسال بابامو از دنیا رفته بود اومدیم شما؟ آره یادم. گفت ما شما چیکار کردید؟ شما گفتید نماز میاد، نماز خون میاد. گفت خب دیگه. گفت بعد داستان رو گفت، من بابامو خواب دیدم خیلی اوضاعش ردیف. گفت ها حالا یه چیزی بود. گفت چی؟ گفت من نماز میاد که خوندم، بعد به خدا گفتم خدایا اگه مهمون من بود من یه گوسفند برایش زمین میزد. ببینم چیکار میکنی. خدا میگه که تو با این دل کوچولوت یه همچین تصمیم، یه اینجوری پذیرایی میکنی، یه گوسفند زمین میزنی، بعد مثلا وقت من ارحم و رحیمی یک کاری بکنم. من توسط انبیا و اولیان بهتون گفتم اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمونو تحویل بگیرید ولو کافر باشه. حالا مثلا طرف کافر اومده بعد چیکارش میکنه دیگه؟ چیه؟ و حتما بعد خود اهل بیت بیان بگن خدا رحمتش کنه آقای بهجت خیلی روی این حدیث مانور میمد که خوب و بد وقتی
میرن میگن کاش زودتر اومده بودیم، نمیدونستم اینطوریه، بی خودی نشستیم، هی تن و بدنمون لرزید، هی آخوندها رفتن رو منبر ما رو ترسوندن و گفتن میرید یه توی یه تیکه جا چوب تو آستینت میکنن، سیخ تو سنبت میکنن، اول آخر تو یکی فکر کردیم مثلا خبریه، حساب حسابه. حالا این حرف و دیگه طرف میگه خب هرچه باد آباد. نه آقا، اینا رو اگه کسی واقعا تو کتش بره دیگه اصلا فکر گناه هم نمی کنه. به حضرت عباس دیاکونه، اونی که تو کلش فرو رفته این است که نها کن تو آدم بشو نیستی، اونو تو کلش کردن. این حرفای منم اصلا به دردش نمی خوره. یعنی این حرفای من هیچیو خراب نمیکنه. حرفا من نیست، حرفای قرآن و ابی عبدالله است. ابی عبدالله در اومد به هر گفت ارفع رأسک، خب همین دیگه، همین اشکال همینه. ابی عبدالله میخواست خراب کنه یا میخواست آباد؟ میگه آباد، اشکالت همینه، فکر خودتو باختی، اصلا نمیدونی چه خبره. اگه میشناختیش اصلا این کارا رو نمیکردی، ولی حالا نمیخواد که مچشو بگیره، که نمیخواد به روخش بکشه که چیکار کردی، فقط میگه ارفع رأسک تو بالا میگیر، تو این میدونی چه خبره، آوردتت کجاها میخواد ببره. همون که گفت قرآن میگه، داشتیم سوره الرحمن و اینا رو میخوند، اصلا رفتیم یه جای دیگه، لکل شیئن سورتون و عروس القرآن سورت الرحمن، چه یه کلمه توش گفته، میگه کل یومن هو فی شأن، هر روز یه برگ تازه ای رو رو میکنم. پاشو بیا تا بی نهایت هم ادامه داره، هر روز یه جور جدیدی بدیعی بی نظیری حالتو جا میارم. چی میخوای؟ تو اینی، خودتو نمیشناسی، بعد وقت همش دمق تو این دنیا بعد رفتی همه عالمو خلاصه کردی تو دنیا، به تعبیر قرآن ذالک مبلغهم من العلم، بعضیا تمام علم و آگاهیشون به اندازه دنیاست، بیشتر از دنیا رو نمیفهمن، فکر همه عوالم وجود دنیاست. بابا اینجا اسمشو گذاشتن امیرالمومنین فرمود سمیت دنیا لانها ادنا من، مثلا اینجا کفشکن عالم خلقت، تو کفشکن که کسی نمیشینه، ولو نمیشه که ما الان رفتیم همه دنیا، همه کفشکن مال تو، پذیرایی بیا، سری کفشاتو در بیار بپر تو پذیرایی. ولی ما تو همون کفشکن اقامت کردیم، نه همینجا خوبه. دیدی بعضیا مثلا نه بابا من همینجا نمیخواستیم اذیتتون کنیم، اینا اون حرفا چی، بیا اینجا کلاس منو نیار پایین، خدا میگه منو نمیتونم برات توضیح بدم، چون اصلا اینا نگفتنیست نشنید. خدا میگه با میگه نگفتنیست نشنید، منم وقتی به عنوان بهترین میزبان میخوام پذیرایی کنم بیچارت میکنم از محبت، هر کی میخوای باشی باش. اگه اینا رو بدونی، ولی اینا رو نمیدونی، یه چیزای دیگه بهت گفتن، چون نه آقا اینجوری ها نیست، هر چیزی روی حساب. میدونی کیا اون وقت اینجوری میگن؟ یه کسایی که خودشون مثلا امیرالمومنین اینجوری نمیگه با، ولی یه کسایی که خودشونو متولیه هم خدا میبینن هم امیرالمومنین، نه آقا اینجوری، مثلا فکر میکنه آسمون سوراخ شده فقط خودش افتاده، بعد همه رو شمر میبینه، بعدم به شمرها داره میگه که مراقب باشی. امیرونی برای هیچ چی قیافه نمیگیره. یعنی تو دعای کمیلش میگه افرط بی سوء حال، تو بدحالی کار من به افراط کشیده شده. اصلا چی داره چی میگه؟ یکی مثل امام سجاد میگه فمن یکون اسوء حالا منی، اصلا خدایا کی بدحالتر از من، یه کاری بکن حال من خوب نیست. میگه آه شما حالت، میگه نه من، شما نمیدونی حال خوب چیه. یا حال شما خوب نیست، به حال کی؟ میگه تو حال خوب نمیدونی چیه، حال خودش، حال خودش فقط
ما هر مقدارم حال خودمون رو خوب کنیم به حسن حال او میرسه. و من آوردم شما رو، شما خودت نیومدی. ببینید بارها من اینو عرض کردم، هر کی به هر دلیلی اصلا خدا رو قبول داره، یا خودت اومدی تو این جهنم دره دنیا که میبینی هیچیش سر جاش نیست، اصلا هرکی هرکیه معلوم نیست چه خبره، اصلا چیه اینجا؟ به تعبیر قرآن زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، یه خرابه جهانی، همه جا ظلم، به هر دلیلی به هر شکلی به هر اسمی دارن به آدم ها ظلم میکنن. خب چیه این دنیا؟ خدا میگه نکن من آوردمت اینجام کارگاهه، عرض کردم دیگه تو کارگاه که بنا ویترین کنی کارگاه همه چی هم ریخته، تو هر کارگاهی بری همین، تو بهترین رستوران بری بعد برو تو آشپزخونه ببین چه خبر، اونجا که دارن غذا رو میپزن یعنی اوضای شیر تو شیریه. حالا من فرض کنید فوق بهداشتی هم فرض کنید، ولی خب چجوریه؟ اینجا کارگاهه، بله، هر کیم هر کاری میخواد داره میکنه. چرا؟ خب بعد معلوم بشه هر کی تو چنده داره بریزه بیرون، بعد ما صاف و صوف میکنیم، بعد راستوریس میکنیم. صبر کنه با عرض کنم دیگه، یه آشپز حرفه‌ای داره کارشو انجام میده، وسط کار رفته میگه آه این چیه اینه، میگه آقا برو بیرون، برو بیرون بذار قدمونو بپزیم، این چیه اونجا، چرا اینجوری، این چرا اینجوری، چه بویی میاد، جمع کن برو بیرون، برو بیرون من غذا تهیه، وقتی غذا آماده شد اون وقت میام، بعد میری مست میشی از بوی غذای من. حالا تو آشپزخونه هنوز هیچی روبرو نشده، ولی این چیه؟ خدا میگه دنیا، پیغمبر از دنیا مزرعه تو الاخره، تو مزرعه که حلوا خیلی نمیکنن، بیل میزنن و یه کشاورز چیکار میکنه؟ پدرش در میاد تو مزرعه به امید محصول، بعد میگه چه خبره؟ هیچی، مزرعه است دیگه، میکارن فقط اینجا بعض میکنن، شخ میزنن، بیل میزنن، عرق میریزن، جون میکنن. چیه؟ خب میگه خب بعدش، آره بعدش، ما با بعدش کار داریم. خدا میگه من که ول نمیکنم که، ولی بعد که شد یه باغ سرسبز محصولاتش هم رسید، اون وقت بعد میگه حالا میشه مثلا ما یه ساعت بیایم تو باغتون؟ خدا میگه من برای همه تون دارم. بعد شما حالا مثلا رفتی، بله میدونم آشولاشی در و داغونی اراده نداشتی، میگم راجع به حضرت آدمش پدر هممون آدم ابوالبشر قرآن میگه لم نجد له عزما، ما عزمی نیافتیم، عزمی نبود، بهش گفتیم این بهشت همه چی یه جا، فقط نرو به یه درخت کار نداشته باش، نرفت، رفت دیگه، خدا رفته کنتونو غرق رحمت کنه. ابوی ما میگفتش که مادرم یه وقت که کم میابرد تو دنیا میگفت کارت به شکمت بخوره، بهش میگفتیم چی میگی؟ میگفت اگه نمیخورد که ما اینجا نبودیم، ولی حواسش نیست چی داره میگه. خدا میگه نکن همه تون پیاده اید، همه تون مرخص، ولی همینی که هر کیو میخوام آبادش کنم معلومه یه روز هیچ خونه، بهترین عمارت تو این دنیا خب یه روز چی بوده؟ یه روز هیچی، یا زمین صاف بوده یا یه خرابه بوده، خب بعد الان شده بهترین عمارت. خدا میگه من چیکار میکنم؟ من میسازم. چه عمارت هایی؟ خب اولش مهم نیست، وسطاش اصلا مهم نیست، تا زمانی که تحویل ندادم عمارت رو در بود آقون حال به هم زن.
ولی میدونید با کی طرفید و کی داره رو شماها کار میکنه؟ میگم تک تکمون پروژه های اون هستیم. یه پروژه ای رو که ازش صرف نظر کنم، نه این دیگه کارش نمیشه کردم، توی خراب در اومده، ولش کن. خودم من میگم ولش کن. چیو ول کنم؟ اونی که ولش میکنه از دستش خارج میشه. اما قرآن میگه والله غالبان، من به کار خودم مسلطم، خرابه ترین رو بده من یک آبادی درست میکنم همه چشاشون چهار تا بشه، بلکه 400. ببین من کیم تو قرآن، ببین تو دعای جوشنم. بعد حالا میخوای بری عزا بگیری، برو عزا بگیری، اصلا عزا نمیتونی بگیری، و اصلا اینقدر کیفت کوک میشه که میخوای خوشحالی به ترکی. ایناست. باز قرآن میگه پیغمبر تو بگو، قل، اینقدر این قولها پیغمبر بگو، یعنی پیغمبر یه دریا مهربانی هستی، تو بگی میاد به دهنت، مردم هم از تو میخرن. چون مردم که من که بگم که خب فقط یه نفر دریافت که جدی، خونم خودت بودی حرفای منو، بقیه که نمیگه. اما تو که دریافت کردی برو بگو، قل به فضل الله و به رحمتهی فبدالک فلیفرح، به خاطر فضل و رحمت پروردگار مردم همشون برن از خوشحالی بترکن. چرا؟ چون فضل و رحمته. هر کاری کنید من از فضل و رحمتم کوتا نمیام. حالا شما هر کی میخوای باشی باش. بفرد برای گروهی دارم، یکی از کشاهای همسایه هست، قلیلن اندکن روز آشورا اینا شادی میکنن. بله بله. ما از دور بهشون میگیم نگاه میکنیم به عنوان یزیدی. بله بله. میریم از نزدیک ازشون میپرسیم، میگه نه ما خوشحالیم به خاطر امام حسین رفته پیش خدا. بله بله. خدا خیلی خوب، خیلی شادی میکنن، پایکوبی میکنن. آره دمشون گرم، تمشون گرم. بذارید من یه نکته بگم. اون وقت من مرحوم سید ابن طاووس، یعنی اسمش که میاری دیگه همه لنگ میندازن، یکی از بزرگان ماست، گفته بود اگه اهل بیت نگفته بودن که روز عاشورا گریه، اونم که گریه بکنید، این اصلا یه چیزیه. اون راجع به گریه وقت بعد صحبت کنم، یه صحبتایی کردیم یه جاهایی نه همونطوری دسته گریخته و نشسته نرفت، فایده نداره، بعد یه وقت جدی صحبت کنم که چی بوده منظور اهل بیت. اصلا بحث این که عزا بگیریم نبوده، عزای چی رو بگیریم؟ مرحوم سید ابن طاووس میگفته بود اگه نگفته بودن گریه، ما روز عاشورا جشن میگرفتیم. اگه کسی آدرسش هم میخواد، مرحوم مطهری تو کتاباش گفته این داستان. چرا؟ چون ابی عبدالله برد نباخت. ابی عبدالله یه سفره پهن، سفره عشق بازی پهن کرد. یه شب هم اینجا عرض کردم دیگه، بعد از زیارت عاشورا میگه سر بذار سجده، بگو اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله على خدا شکرت، واقعا چه محشری به پا کردی، چه سفره عاشورا رو تقدیر کردی پهن شد که آدم بفهمه چه جوری حقیقتا میشه عشق بازی کرد. هر چی هست و تقدیم معشوق و محبوبمون کنیم. چقدر جالب. یعنی از عاشورا زیباتر مگه میشه پیدا کرد؟ یه دونه این که میگم که آقا ولش نکن، میگه زیارت عاشورا هر اینا روحش رفته جسمش مونده، که زیارت عاشورا هر رو بخونیم یعنی چی؟ یعنی هر روز برو ببین یه نفر تو عشق بازی چه محشری بپا. و یادت نره و اینجوری عشق میکنی با همه مشکلات عالم، با همه کمبودهای عالم، تو بدترین موقعیت مثل زینب کبری میگی ما رأیتو الا جمیل. واقعا هم تایی دلش همین، اون همین بود عشق عالم. یعنی اگه بخوایم بگیم کی تو این دنیا کامروا شد، زینب کبری. بقیه همه ناکامیم، ناکام هم میری، عشق نمی کنیم. چه عشقی که هر جا رو نگاه میکنیم آخه چیه؟ چون معنا و محتوای هیچ کاری و هیچ داستانی رو، هیچ صحنه‌ای رو درست نمیدونیم.
دیگه هم دیگه رفتیم توی یه آرایشگاه، دارن به یه عروسی ور میرن تا عروسش کنن. 10 ساعت 12 ساعت انواع و اقسام ماسک ها رو تک تک لاخه های موش کار میکنن، اگه صاف فر میکنن، فر هم هست صاف میکنن، چون میخوان عروس درست کنن، اصلا میخوان متفاوتش کنن. غیر از اینه همه چی کار میکنن. آه شما متوجه نمیشه، شما بفرمایید تو مجلس عروسی عروس خانم که اون بعد وقت شما برادر عروس خانم تماشا کن و ببین از خواهرت چی ساختی، اصلا خود تعجب میکنی چی بود این چی شو. میگه نکن خواهرت که رو سر ما جا داره، ولی ما از قورباغه قناری میسازیم قالب میکنیم. خوبه بلدیم. همین من رفتم اونجا دیدم اصلا یه چیزی صورتشو سیاه یا ماسک تو حالیت نی، سیاه کردن چی؟ ماسک خبر داری یا نه؟ همه بعد یه جا میکنم، بعد پدرش هم داره، ولی بعد اینقدر لطیف هلو. چه خبره؟ توضیح بدم بیشتر بگم چه خبره تو آرایشگاه های خانوم؟ چیم کسافت کاری ها؟ میگه آه بیرون معلوم میشه. چی کسافت کاری؟ چی کجاش کسافت کاری؟ اصلا نمیشد نگاش بکنی، ولی الان همه چشاش نوچار تا شده. چه تیکه ایه لامصب داره کار میکنه رو ما، چجوری بگیم؟ دنیاست. بعد میخوام میگه همینجا بزکت میکنم، روبرات میکنم و واقعا، ولی تماشایی میشی همه وای میسن خیره به تو. همون که تو دعای ندبه آمده که به امیرالمومنین پیغمبر فرموده و شیعتو کسی دنبال تو را بیفته الا منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، اینا چهره هاشون میدرخشه، تمام اهل محشر خیره به اینا، اصلا چشم بر نمیدارن از بس خوشگل و جذاب. اینا دور من پیغمبر رو گرفتن، همه همسایه های من. خدا میماییم دیگه، میتونیم، بلدیم. هر کی هم این وسط حواسش نیست، حواسش باشه، کار ما اینه. از بدترین ها بهترین ها رو میسازی دیگه. اما مشکل چیه؟ خب میشه شبا برید راحت بخوابید، بعد صبحم انقدر انرژی داشته باشید که بعد همه رو تحویل بگیرید، همه رو بغل کنید، به همه حال بدید، به دوست و دشمنتون. بعد این دعواها تموم شه، این خرابه جهانی که همه دادن تو سر هم میزنن، داداش هم به داداشش، ببین داداش داره علیه داداشش نقشه میکشه. چیه؟ هیچ که حالش خوب نیست. چرا؟ چون اصلا تو باغ نیستن. چه خبر؟ خدا میگه من آوردمتون از تک تکتون چی بسازم با همین اوضاع بیریختی که دارید. اما ارفع سرتو بالا بگیر، چون من بالا سرت وایسادم، دارم رو تو کار میکنم. بس دیگه، هرچی بگیم که بگیم، بقیهش هم انشاءالله شبای دیگه میگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اولش میگیم اینو، آخرش هم میگیم، برای اینا حرفای اونه با. اینا حرفای پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم زنده کرد اون جامعه مرده رو. حالا خیلی هم که بخره بود، حالا تو کتشون نمیرفت، ولی پیغمبر گفت من بگم یه روز کل دنیا به این حقایق میرسه، بعد اون وقت دیگه میچسبن به او ول کنم نیست. انشالله گوینده بفهمه و بچسبه. چاکریم در بس. ببخشید.